ما هنوز موندیم میدونیم چرا با این برخورد نمی کنن ما موندیم سهی جان درد بلاد بخوره تو سر هنی کنه چیون داداش تو پرسم تر نوک برج ایفل فدا دوشن هر وقت کسی رفت بیست از ایران دوباره باز بینم داداشم چی نوشته آقا ماهد میگه هر وقت کسی رفت بیست از ایران دوباره بیاد از ایرانی دفاع کنه مرد بس باید به آقا سید افتخار کنیم فداد بشم داداش 20 سال هم نیست 30 ساله 30 ساله تقریبا از این 30 سال من از ایران خارج شدم هنوز تعصب ایران و ایرانی رو میکشم تعصب دینم رو میکشم تعصب میهنم رو میکشم آب خاکم رو میکشم قبلش هم که به اندازه وجودم و تواناییم در خدمت ملت بودیم تو همه عرصه ها درسته یه دوره ای برای خودمونم با قول معروف هرز بازم هرز نگردوندیم بازم وایسادیم تو هر حالی بودیم تو هر شکلی بودیم از دینمون آب و خاک و مذهبمون چه با سلاح چه بدون سلاح دفاع کردیم الان هم که 30 سال تو این غربتمون هم بریم بگردیم تو همین فضای مجازی بگردیم که میلیاردها میلیارد آدمه دارن استفاده میکنن من نمیگم با وجودم نمیگم باخایم نمیدونم چه اصطلاحی به کار برم ولی خدایی بریم بگردیم ببینید چند نفر مثل سید آقای پوش پیدا میکنه علنی از آب و خاک و دین و مذهبش تو قربتش رو دفاع میکنه در صورت یارو هنوز از مرز رد نشده همه چیزشو میفروشه همه چیزشو دینشو مذهبشو خداشو پیغمبرشو خانوادهشو فامیلشو همه چیزشو میفروشه بعد یه بچه مزلف بچه هرزه مثل هانیکونا ادای پرستو دیدی؟ شنیدین این اصطلاح پرستو رو؟ میگن یارو پرستو مثلا پرستوها رفتن ریگی رو آوردن پرستوها رفتن زم آوردن پرستوها مثلا میلادها تعمیر آوردن شنیدین؟ هانیکونای بیناموس میخواست یا میخواستن خب گوش کنین چی دارم میگم که ادای پرستوها رو در بیاره هانیکونا میخواست ادای پرستوها رو در بیاره بره ترکیه بشه عقاب با داوود هزینه برگرده چیون؟ هانیکونا چیون؟ میخواست ادای پرستوها رو در بیاره که من رفتم ترکیه استانبول میخوام مثلا داوود هزینه رو برگردونم ایران خب چون مطلوب نظام و به قول معروف داوود هزینه رو برگردونه رفت ناموسش هم گذاشت پیش داوود هزینه رو برگرد شد یک گنجشک کونی چیون؟ علی چیون؟ حتی چون قرار بود بری ترکیه عقاب برگردی یه گنجوش کونی از آب در اومدی هنی چیوی سید ویسکی خور کجاست نمیدونم خبر نه میگه سید چون دهن سبید الان میخوای اینو داود رو به جون هم بندازی آقا چه جون اینا رفیق دوتا کونن تو یه شورت داوود هزینه و هانیکونا دوتا کونن تو یه شورت با هم کون کونک بازی میکنن چه دعوایی
مرکز 20 سال از ایران دور بود، خودش گم نکرد مرد، بس باید با آقا سید افتخار کنیم این کار از دست کردا برمیاد. آقا بهت افتخار میکنم، فدا میشم آقا محمد، جفت چشای منی، قلب منی. آقا مگه دروغ میگم؟ مگه خود میلاد حاتمی رو کدبسته مگه نیاوردن قشنگ تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اسم داوود هزینه رو آورد؟ اسم داوود هزینه رو آورد، گفت یکی از سرشاخه های اصلی سایدارا و ناموس فروشا و بی شرف هاست. درست آقا؟ اگه اشتباه میگم اگه اشتباه میگم شما بگین. خب مگه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران داوود هزینه رو مگه نیاورد؟ چیزا میلاد حاتمی رو نیاورد، بعد سرشاخه ها رو نوشت، سرشاخه ها رو نوشت، یکیشون داوود هزینه بود. حالا بعد اینجوری رواج میداد که هانیکونا که خودش یه پرستوی قراره بره داوود هزینه رو مثل عقاب برگردونه ایران، رفت یه گنجیش که کونی اونجا تازه ناموسش هم پیش داوود هزینه جا گذاشته برگشت. بی شرف کی تو ذات اقدس مادرت لیلا جونت کسکش. آج عباس ملکی بچه های خوب اسلام شهر عشق منی. میگم اون روز هم گفتم کنکش به من میگو بیا استانبول ترکیه، بیا استانبول برید برات میگیم، نکنه تو قرار اون پرستوهایی بودی که به جای داوود هزینه رو برگردون ایران قرار بود سید آیپوش رو برگردون ایران. خدا رحمت کن، خدا رحمت کنه آقا وحید مرادی رو بگو همون گنجشگاه والا کنتر کونی های هست. آقا محمود بچه های خوب مرکده عشق منی. آقا رضا میگه منو پینکو عشق منی. آج عباس ملکی بچه خوب اسلام شهر قلب منی. مهتی پنج چش منی داداش. خالو سلمان جفت چشای منی. داداش بینت کردم خوبه؟ والا خالو سلمان جفت چشم یه چی میگه؟ میگه وحید خزایی یه سیخ هانی کرده و داوود هزینه خودش رو تسلیم کرد، شاخ تو جیب این بچه کردن. نمیدونم نفهمیدم چی نوشتی داداشه. جفت چشای منی آقا محمود. بعد قشنگم آقا به حساب پرستو رفته داوود هزینه رو خف کنه برگرده عقاب برگرده ایران، گنجیش برگشت ایران، اون هم یه گنجیش کونی، ناموسش هم گذاشت بغل داوود هزینه بی شرر. بعد ما بهش زنگ زدیم گفتیم آقا چرا این کارو میکنی؟ در میگرده به ما فش میده بی غیرت. ویسکی بخوری عشق منه. آه خدا دست اینا، ما نمیدونم چی کار کنم. آج عباس فدا چند بچه های خوب دولت بود، بچه معلم. اولش نامرد بود بابا، این هیچ اعتباری نداره پیش قدیمی هم، هیچ اعتباری نداره هانیکونا. به والله بیا برین بزرگا سابقه دارا خودشون، از همه شون همون بزرگا سابقه دارا بپرسین که باباش هم حبس بودن. خب با خودش هم حبس بودن، هانی رو جلو باباش میبردن تو زاغه میکردن، هانی رو جلو باباش میبردن جلو جفت چشا جا باباش اینجوری دست هانی رو میبردن تو زاغه میکردن. آره داداش یا یه ذره شیرینی بخوریم آقا،
دوست داریم نه این شیرینی ها کدوم ها دوست داریم بدن بخوریم از اینا از اینا از اینا از اینا انواع اقسام پلاشکی داریم هنیتیون آرام کنه ویسکی نخوری ویسکی آقا موسا چشه منی خب میگه سه ساندویچاشو برو نشون بدم میگم به والله فتواشو دارم جلو باباش تو زندان فقط اسمشو میگم اسخر جلو باباش هم که کیف جیبار بود دیگه آقا سید علی هستم غلامتم آقا سید چشای منی فدات بشم میگه سید بیا سوسیس بخور باشه فعلا که سلطانت سوسیس خوره عشق من این همتون هی باز بیا هانی کنا به ما میگفت بیا استانبول تکت برات میگیرم قرار بود پرستوی ما بشه نه پرستوی داود هزینه کونکش میگنست ببینی مادر به خطا چیه میگه سید میگن هانی به تو کن داده نه بابا من دورم به من نداده به همه داده الا من من دیر رسیدم نبودم ایران نبودم هانی اون خودش سوسیس خوره خدا رحمت بکنه آقا فرزش شایی رو آرتین عزیز قرار 6 ماه دیگه بیاد یه ماهش گذشته 5 ماه دیگه مونده قرار بیاد به ما اینجا حال بده من نمیدونی کوکش ادعاش هم میشه میگه من جنگیم من دعواییم کدوم جنگی دیدی یه هارد فیلم اصلا تو خجالت نمیکشی هنی کنه چیون خجالت نمیکشی ادعات میشه یه هارد فیلم از من ضبط کردی وکیلم گرفتی خب بعد خب ببری پیش قاضی چی بهت میگه هایی جون به قاضی چی بخوای بگی؟ میگه این سید آبی پوش به من میگه هنی کنا اصل منو جگر تله چیون من به جرم این میگه لازن زنده میگه من 16 سال حبس لاتی کشیدم کون کشانی تو کجا حبس لاتی کشیدی تو حبس لواط کشیدی دل دوزی کشیدی کیف قاپی کشیدی والا یه هارد فیلم جایم کرده وکیل گرفته ببره من دادگاه بعد به دادگاه بگه خب جانم این چیه سهل آی پوش میگه این به هر دفعه برای من کلیپ درست میکنم میگه هنی کنه از سرپنو جگر تلا چون
جرم ما اینه. یا گفت